دانشمندان در بریتانیا از کشف پاره‌های یکی از کهن‌ترین نسخه‌های خطی قرآن خبر دادند. تحلیلگران رادیو کاربن قدامت این نسخه خطی کتاب مقدس مسلمانان را نزدیک به زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله عنوان کردند. ابتدا گزارش هورا عبدالمجید را ببینید. چند برگ از یک نسخه بسیار قدیمی قرآن که ممکن است قدیمی ترین نسخه خطی قرآن باشد در دانشگاه بیرمنگام انگلیس کشف شده است. بر اساس روش تاریخ گذاری رادیو کربن، قدمت این نسخه حداقل 1380 سال تخمین زده شده که آن را در میان قدیمی ترین نسخه های موجود قرآن قرار می دهد. صفحات این کتاب مقدس حدود یک قرن است که به صورت ناشناخته در کتابخانه دانشگاه بیرمنگام انگلستان باقی مانده بود و هیچ توجهی به آن صورت نگرفته بود. محمد عیسی والی، متخصص نسخ خطی کتابخانه بریتانیا میگوید این کشف هیجان انگیز باعث خوشحالی مسلمانان خواهد شد. این نسخه خطی به همراه مجموعه ای از دیگر کتاب ها و اسناد متعلق به خاورمیانه بدون اینکه به عنوان یکی از قدیمی ترین نسخه های قرآن جهان شناخته شده باشد در کتابخانه نگهداری می شده است. هنگامی که یک پژوهشگر دوره دکترا نگاه دقیق تری به این برگه ها انداخت، تصمیم گرفته شد یک آزمایش تاریخ گذاری رادیو کربن بر روی آن انجام شود که نتیجه شگفت انگیز بود. سوزان وگال، مدیر مجموعه های خاص دانشگاه بیرمنگام میگوید پژوهشگران در رویاهای خود هم نمی دیدند که این نسخه چنین قدمتی داشته باشد. وی گفت کشف اینکه ما یکی از قدیمی ترین نسخه های قرآن کل جهان را داریم بسیار هیجان انگیز است. این نسخه به واحد آزمایش رادیو کربنی دانشگاه آکسفورد سپرده شد و بررسی ها نشان داد که صفحات این قرآن قدیمی از پوست گوسفند و یا بز هستند و این قرآن در زمره قدیمی ترین نسخه هایی است که تا کنون به جای مانده است. دیوید تامز، استاد اسلام و مسیحیت دانشگاه بیرمنگام در این باره گفت این صفحات کشف شده ما را به نخستین سالهای پس از ظهور اسلام می برد. تامز گفت بنابر آزمایش های رادیو کربنی دانشگاه آکسفورد بیش از 95% احتمال دارد که این نسخه بین سالهای 568 میلادی تا 645 میلادی نوشته شده باشد. وی افزود بنابر این کاملا محتمل است که شخصی که این قرآن را نوشته در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله زنده بوده باشد. این نسخه به خط حجازی یکی از قدیمی ترین رسم الخط های عربی نوشته شده است. با توجه به اینکه تاریخ گذاری رادیو کربن یک بازه زمانی برای قدمت ارائه می دهد، نسخه خطی دیگری نیز هستند که در بازه زمانی این قرآن نگاشته شده اند. بنابراین مشخص کردن اینکه کدام یک از این نسخ قدیمی ترین است کار بسیار دشواری است، اما آخرین تاریخ احتمالی که برای نسخه قرآن دانشگاه بیرمنگام در نظر گرفته شده، یعنی سال 645 میلادی، آن را در شمار قدیمی ترین نسخه های قرآن قرار می دهد. دانشمندان بریتانیا می گویند کتاب های مختلف و کتاب های مقدس در موزه و مجموعه های خصوصی نگهداری می شود، ولی ما با اطمینان نمی توانیم بگوییم که اینها قدیمی ترین صفحات قرآن است و احتمال دارد قدیمی تر از این نیز کشف گردد. گفتنی است که آلفونسا مینگانا، یک بومی عراقی، تمام این صفحات دستنویس را به همراه هزاران سند کتاب‌های خطی که متعلق به منطقه خاورمیانه است را در دهه 1920 میلادی به این دانشگاه تحویل داده است. تحلیلگرانی که روی پوست استفاده شده در این نسخه خطی تحقیق کرده اند گفتند که این نسخه خطی میان سالهای 568 تا 645 پس از میلاد، یعنی در حوالی زمان حیات پیامبر اسلام نوشته شده است. باور عمومی بر این است که حیات پیامبر اسلام میان سالهای 570 و 632 میلادی بوده است. بر اساس متون اسلامی، قرآن در میان سالهای 610 و 632 میلادی بر رسول اکرم نازل شد،
اما آیه های قرآن به سرعت به شکل نوشتاری در نیامد، بلکه به صورت پراکنده روی برگ، پوست و استخوان شانه شتر نوشته می شدند. بعد از شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به دستور امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام جمع آوری آیه های قرآن صورت گرفت. بدین ترتیب متن کتاب مقدس مسلمانان پس از سال 650 میلادی تکمیل گردید. بر اساس منابع تاریخی و روایات، حضرت امیر علیه السلام بلافاصله بعد از تدفین پیامبر خدا از خانه بیرون نیامدند تا تمام قرآن را به خط مبارکشان نوشتند. لازم به ذکر است که قرآنی که به دست حضرت امیر صلوات الله علیه جمع‌آوری شد، مورد قبول سران سقیفه واقع نشد و در حال نزد امام عصر نگهداری می شود تا پس از ظهور آن حضرت به مردم عرضه شود. هورا عبدالمجید، اخبارشیه. دکتر سید محمد نقوی، تاریخ پژوه از کراچی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام عرض ادب. سلام عرض می‌کنم خدمتتون و بینندگان محترم. بزرگواری. آقای دکتر، به نظر شما نسخه های خطی موجود در دانشگاه بیرمنگام انگلیس میتونه قدیمی تر نسخه قرآن باشه؟ بفرمایید. ببینید، این آزمایش کربن 14 که انجام شده، خب به هر حال از لحاظ آزمایش کربن 14 میشه گفت یکی از قدیمی ترین نسخه ها هست که الان به دست اومده و الان تو خیلی از کتابخونه های دیگه و مجموعه های دیگه آزمایش انجام دادن رو نسخه های موجود و نسخه هایی داریم که در این بازه زمانی هستن، ولی خب تو آزمایش هایی که تا حالا انجام شده، این بازه زمانی که برای نسخه بیرمنگام داریم یک بازه قدیمی هست و ما نداریم توی نسخه های دیگه که اینقدر قدمت داشته باشن، چون اون بازه زمانی که هست حالا مستحضر است یه مقدار قبل از زمان پیامبر هست تا عصر پیامبر و خب اون آزمایش کربن 14 زمان کشته شدن یا به ساختن اون پوست رو به ما میده که کی اون حیوان کشته شده و اون پوست آماده شده، دباغی شده برای کتابت و خب مسلمه ممکنه بعد از چند سال یا مدت بعدی کتابت انجام شده باشه روی نسخه روی اون پوست. بله. تا چه حد روش تاریخ گذاری رادیو کربن دقیقه و در صورت صحت آن آیا با توجه به تقارن نگاشتن این نسخه های قرآن با زمان حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میتونه ادعا نمود که از صحت بیشتری برخوردار باشه؟ ببینید، آزمایش کربن 14 خب دقیق از این لحاظ هست که این یک بازه زمانی میده که بعضی وقتا این بازه زمانی از 50 سال تا ممکنه مثلا بستگی به اون عصری داره که اون شی از اون زمان باشه، از بین 50 سال تا 100 سال هم بعضی وقتا طول میکشه و خیلی نتیجه دقیقی به ما نمیده و خب بر اساس داده های هی هستش که ما داریم و این داده ها، این دیتابیس هر چقدر بیشتر بشه این بازه زمانی دقیق تر میشه و ما وقتی با این نسخه های اینطوری مواجهیم، خب آزمایش کربن 14 یک بحث کمکی هست، ما کمک میکنه در تعیین قدمت اینو بیشتر روی خود سبک نگارش، سبک خط، اون رسم الخطی که هست استفاده شده، حالا املا، شیوه نگارش کتاب و خیلی چیزهای دیگر رو مد نظر داریم تا اون قدمت مشخص بشه. آزمایش کربن 14 خب یک روش کمکی هست، ما نمیتونیم صرفاً بر اساس آزمایش کربن 14 قدمت چیزی رو مشخص کنیم. شما نمونه هایی داشتیم که مثلا یک آزمایشگاهی توی فکر کنم فرانسه بود، یه بار یک چندین سال پیش، هم اوایل که این بحث کربن آزمایش کربن 14 مطرح شده بود، 30-40 سال پیش، یک نسخه ای رو آزمایش کرده بود و این اصلا برگردونده بودن به 100 سال قبل از پیامبر و حالا یک ادعاهایی بر اساس اون مطرح شده بود که حالا بعد همش حالا جواب داده شد و معلوم شد که اون آزمایشگاه مشکلی داشته. به خاطر این ما وقتی همچین آزمایش‌های انجام میدیم عموما از چند تا آزمایشگاه استفاده می‌کنیم، جاهای مختلف انجام بشه آزمایش، نمونه‌های متعدد گرفته میشه و اینا در کنار اون بحث پلیوگرافی یا اون رسم الخط شناسی، خط شناسی و شیوه نگارش، حالا اون جوهری که استفاده شده، همه این چیزها در کنار هم به ما یک نتیجه میده برای این کار. آره. در رابطه با قدیمی ترین نسخه های مشابه کشف شده، هم اگر
اطلاعاتی در اختیار بینندگان عزیز قرار بدین سپاسگزار خواهم شد. آیا این احتمال وجود داره که باز هم نسخه های قدیمی تری کشف شه؟ آقای دکتر فقط به صورت مختصر توضیح بفرمایید. اصلا خب نسخه های مشابه خب زیاد هست. حالا بخوام وارد تفصیلش بشم خب طولانی میشه. تو یمن داریم ما قدیمی ترین نسخه هایی که تا حالا کشف شده تو یمن هست که بعضیاش دو بار نگارش شده، یعنی یک بار یک متنی نوشته شده، اون پاک شده، متن اون نسخه پاک سازی شده و دوباره روش نوشته شده. حالا اون متن قبلیش هم در آوردن، خب خدمت اونها هست. نسخه قدیم ما زیاد داریم، تو برلین داریم، توی توبینگن داریم یک نسخه که تقریبا هم عصر همین نسخه برمنگام هست و به خط کوفی هم هست، خط حجازی نیست، خط کوفیه که این مباحث رو مطرح کرده، خط کوفی و حجازی با هم بودن. ما خب بعید میدونم نسخه قدیمی تر از این باشه، چون به هر حال قبل از عصر پیامبر که ما بعید میدونم نسخه داشته باشیم، ولی تا حالا نسخه‌ای که به دست اومده تقریبا در همین بازه زمانی بوده. قدیم نسخه حجازی منظورم، نسخه‌ای که حجازی هست و حتی بعضی نسخه های منسوب به ائمه هم تا مثلا قرن اول، نیمه دوم قرن اول ما نسخه زیاد پیدا کردیم بر اساس کربن 14. و یه چند تا نسخه هست که برمیگرده به نیمه اول قرن اول که تعدادشون کم هست و خب برگاشون هم کمه. نسخه کامل ما همین نسخه برمیگام دو برگ هست از اون نسخه، اکثرش از بین رفته. حالا تا 1400 سال خب مدت زیادی، طبیعیه که نسخه بخشش از بین بره. بله، تشکر میکنم از شما. دکتر سید محمد نقوی، تاریخ پژوه از کراچی با ما همراه بودند.